أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين این لطف بزرگ خداوند متعال بر آن کسانی است که به این کشور پیشرفته مهاجرت کرده اند و از چند سال گذشته بسیاری از احمدی ها به اینجا مهاجرت کرده اند و این مهاجرت همچنان ادامه دارد. کسانی که از پاکستان فقط بدین دلیل مهاجرت نمودند که در آنجا شرایط احمدی ها روز به روز بسیار وخیم‌تر می شود. لذا امکان زندگی در آنجا بسیار سخت شده است. از این قبیل افراد مظلوم باید سپاسگزار این دولت ها باشند که آنها را پناهندگی می دهند. اما لطف بزرگی که خداوند متعال به ما احمدی ها نموده است این است که توفیق داده به امام زمان و عاشق حقیقی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاوریم. از این بابت هر قدر هم از خداوند متعال تشکر کنیم کم است و سپاسگزاری خداوند متعال این است که به فرامینش عمل بکنیم. حق عبادتش را به جای بیاوریم، حق مخلوقش را احقاق کنیم و این در صورتی امکان پذیر است که حق بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السلام را ادا بکنیم. زیرا در عصر حاضر فقط حضرت مسیح موعود علیه السلام آن رهبرند که مطابق با پیشگوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را پایبند ای به تعالیم حقیقی اسلام ساخته اند. پس هر احمدی باید این نکته را همواره مد نظر داشته باشد که حال تعالیم حقیقی اسلام را فقط از حضرت مسیح موعود علیه السلام می توانیم یاد بگیریم، زیرا ایشان علیه السلام کسی هستند که خداوند متعال به وی علوم و معارف قرآن شریف و اسلام را عطا فرموده است. ایشان کسی هستند که عاشق حقیقی حضرت محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و می خواهند جماعت خود را مطابق با تعالیم و سنت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تربیت کنند. پس
برای این که مسلمان حقیقی بشویم لازم است که به حضرت مسیح موعود علیه السلام نگاه بکنیم و با روشی که ایشان معرفی کردند زندگی خود را سپری کنیم، ایمان خود را تقویت نماییم، به بعثت ایشان ایمان و یقین کامل داشته باشیم و ایشان را داور و دادگر بپذیریم، بر این باور باشیم که با پیروی از راهشان انسان می تواند به تعالیم حقیقی اسلام عمل کند. پس حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام با نصیحت به بیعت کنندگان مبنی بر این که ایمان و یقین کامل داشته باشند می فرمایند کسی که ایمان می آورد وی باید از مرحله ایمان به یقین و عرفان پیشرفت کند. تنها ایمان کافی نیست، بلکه اطمینان و باور کامل به آن هم ضروری است و عرفان این هم باشد که چرا بعید کردیم، نه این که سپس گرفتار زن و تردید شویم، در دل سوء زن ایجاد نشود که چرا اینطور شد و چرا اون گونه صورت نگرفت و سوالات و شبهات شروع نشود. آن حضرت افزودند به خاطر داشته باشید که زن نمیتواند مفید باشد. خدای تعالی میفرماید که همانا گمان از حق بی نیاز نمی سازد. یقین چیزی است که می تواند انسان را موفق و با مراد سازد. بدون یقین هیچ کاری نمی توان انجام داد. ببینید اگر انسان راجع به هر چیزی گمان بد کند، آنگاه شاید لحظه ای هم نتواند زنده بماند. آب نخورد تا مبادا سمی باشد و از بازار چیزی نخورد که شاید در آن ماده کوشنده ریخته باشند. پس اینطور وی چطور میتواند زندگی کند؟ زندگی برایش بسیار دشوار میگردد. این یک مثال ساده است. همینطور میتوان این اصل را در امور روحانی و معنوی رعایت نمود. آن حضرت افزودند حال خودتان بیندیشید و تصمیم بگیرید که آیا پس از بیعت با من با پذیرفتن داور و دادگر اگر در دلتان نسبت به یکی از فرامینم شک و کدورت ایجاد می شود آنگاه ایمان خود را بپایید. ایمانی که مملو از شبهات و وسواس باشد هیچ نتیجه خوبی را به دنبال ندارد. اما اگر با صدق دل بپذیرید که مسیح موعود داور حقیقی است و خود را کاملا تسلیم او کنید و تصمیماتش را با دیده احترام ببینید تا به فرمایشات پاک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عزت و احترام بگذارید، آنگه شهادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کفایت میکند که ایشان فرمودند او یعنی مسیح موعود امامتان خواهد بود و از میانتان خواهد بود و وی داور دادگر است. اگر به او اطمینان خاطر پیدا نکردید آنگاه کی پیدا میکنید؟ این روش هرگز خوب و مبارک نیست که هم ایمان باشد و هم در گوشه های دل شک و شبهات ظاهرا اظهار شود که ایمان آوردیم، اما همزمان در بعضی امور بدگمانی هم ایجاد می شود. آن حضرت فرمودند کسانی که مرا تکفیر نمودند و به من خرده می گیرند مرا نمی شناسند
ولی کسی که به من ایمان آورد و باز ایراد گرفت وی شکی تر است که پس از دیدن کوری پیش نمود. پس این است سطح و معیار ایمان که همگی باید داشته باشیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام پس از خود خبر تداوم خلافت داده بودند و نه تنها ایشان بلکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز پس از مسیح و مهدی به تداوم خلافت تا قیامت خبر داده بودند و خلافت احمدیه نظامی است که طریق و روش حضرت مسیح موعود علیه السلام را جاری نگه می دارد. تصمیمات چه این داور و دادگر را به طور مدام به اجرا می گذارد. هر احمدی در عهد خود اقرار می کند که از خلافت اطاعت می کند و به آن ارادت می ورزد. پس ارادت و اطاعت خلافت بر هر احمدی واجب است، مگر نبیتش نیمه تمام است. پس از این لحاظ نیز لازم است که هر احمدی سعی کند بر ایمان و یقین خود بی افزاید. حضرت مسیح موعود علیه السلام با نصیحت به خواندن قرآن شریف با دقت و تأمل می فرمایند: مکررن به آن کسانی نصیحت می کنم که با من پیوند دارند که خداوند متعال این جماعت را در جهت کشف حقایق قرآن شریف تأسیس نموده است، زیرا بدون آن در زندگی عملی نمی تواند هیچ نور و روشنایی ایجاد شود و مایلم که با صداقت در عمل خوبی در عمل خوبی اسلام بر جهان آشکار گردد، چنان که خداوند متعال مرا مأمور آن نموده است. پس قرآن شریف را به وفور بخوانید، اما نه من مانند قصه خوانی، بلکه همچون فلسفه درکش کنید و بخوانید. پس همه ما باید خود را محاسبه کنیم که با اشغال بیش از حد به کارهای دنیا مبادا هدف بیعت خود را از یاد ببریم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که خداوند متعال مرا برانگیخته است تا علوم و معارف قرآن شریف را بفهمم و تفهیم کنم و به فرامینشم خود عمل کنم و هم از دیگران بخواهم که عمل کنند. پس آن کسانی که به جماعتم ملحق شده اند این اهمیت را درک کنند و به علوم و معارف قرآن شریف تعمق و تأمل کنند. سعی کنیم معانی و تفسیرش را بفهمیم و این کار تا آن زمان امکان پذیر نیست که سعی کنیم خزائن روحانی حضرت مسیح موعود علیه السلام را بخوانیم و درک کنیم. آن حضرت افسودند: قرآن شریف مجموعه قصه و داستان نیست، بلکه دستور العمل زندگی است که مطابق با آن عمل کردن بر هر مسلمان احمدی واجب است. اگر ما پس از آمدن به این کشورها هدف اصلی خود را فراموش کردیم و به اشتغالهای دنیاوی غرق شدیم و فضای درون خانه های خویش را مطابق با تعلیم قرآن شریف نساختیم، آنگاه اولاد و نسلهای ما از دین خود دور می شوند و این عمل به جای سپاسگزاری خداوند متعال حکم انکار افضال و الطاف الهی را خواهد داشت. پس جایی بسی تعمق و تعمل است برای هر احمدی، چه جدید باشد یا قدیم، متولد اینجا باشد یا مهاجر، تقرب به خدای تعالی و حق عبادت به جایی آوردن و
خواندن و درک کردن کتابش و سپس عمل به آن اولین هدف باید باشد. فقط در این صورت می توانیم حق بیعت را ادا کنیم. کسانی که مهاجرت کرده اند در اینجا از دشمنی و مخالفت دینی در امانند، پس الان هم به دین عمل نکنند و قرآن شریف را درک نکنند، آنگاه نمی توانند وارث الطاف و افضال الهی باشند. همینطور احمدی هایی که تازه بیعت کرده اند یا احمدی های ساکن اینجا که قدیمی اند، آنان نیز باید به خاطر داشته باشند که فقط با بیعت هدف به دست نمی آید. به هدف زمانی نائل می شوید که کاملا مطابق با تعالیم اسلام زندگی کنید، و این کار تا آنگاه امکان پذیر نیست که کتاب خداوند متعال را بخوانیم و درک کنیم. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: به راستی می گوییم که این تدارکی است که خداوند متعال برای افراد سعادتمند دیده است، مبارکند آنانی که از آن بهره ببرند. شما که با من پیوند دارید هرگز به این فریفته نشوید که آنچه باید به دست می آوردید آورده اید. این درست است که شما نسبت به آن تکذیب کنندگان به سعادت نزدیک ترید که با تکذیب و توهین شدیدشان خدا را از خود رنجانده اند، و این هم درست است که شما با پیشه کردن گمان نیکو سعی نمودید که خود را از خشم خدا در امان بدارید. اما حقیقت این است که شما به آن چشم نزدیکید که خداوند متعال اکنون برای حیات ابدی آفریده است. پس آب خوردنتان هنوز مانده است، پس به لطف و کرم خداوند متعال از او توفیق بطلبید تا شما را از این چشمه سیراب بکند، زیرا بدون فصل و لطف خداوند متعال هیچ کاری امکان پذیر نیست. پس همواره از او لطف و فضلش را بطلبید. آن حضرت فرمودند: به یقین می دانم کسی که از این چشمه آب بخورد هرگز هلاک نمی شود، زیرا این آب حیات بخش است و از هلاکت مسئول می دارد و از حملات شیطان در امان قرار می دهد. چطور می توان از این چشمه سیراب شد؟ با همین روش که دو حق که خداوند متعال برقرار نموده است آنها را به طور کامل ادا کنید. یکی حق خداست و دومی حق مخلوق. خدای خود را واحد و بدون هم باز بدانید، چنان که با این شهادت اقرار میکنید اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شهادت میدم که هیچ معبود و مطلوب و مطاع به جز خدا نیست. این آنچنان جمله زیبایی است که اگر به یهودیان و مسیحیان یا مشرکان بت‌پرست دیگر تعلیم داده می شد و آنان این جمله را یاد می گرفتند، آنگاه هرگز هلاک نمی شدند، و به سبب نداشتن این یک جمله آنان دوچار نبودی و مصیبت شدند و روحشان جزام گرفته و به هلاکت رسید. پس ببینید که حضرت مسیح موعود علیه السلام چطور تسلای خاطر داده اند و تضمین نموده اند که به چشمه‌ای که نزدیک شده اید با بیعت
اقراری که کردید اگر از آن آب بنوشید و ایس ببرید فقط حرف نزنید بلکه عمل نیز کنید، آنگاه تصمیم داده می شود که معنویتتان هرگز از بین نمی رود، زیرا حضرت مسیح موعود علیه السلام برای ادامه دادن پیام قرآن شریف و فرامین خداوند متعال تشریف آورده بودند. آن حضرت فرمودند: پس این نکته را خوب بفهمید که فقط بیت کافی نیست، بلکه خداوند متعال عمل را می طلبد و کسی که عمل می کند از افضال و الطاف خداوند مثال بی نصیب نمی ماند، هیچگاه هلاک نمی شود و این حالت عملی آنگاه امکان پذیر است که جمله اشهد و لا اله الا الله صدای ظاهر و باطنتان گردد. پیش از خدا هیچ عزیزتان نباشد به جز رضایت خدا طالب چیزی نباشید، از فرامینش کاملا اطاعت کنید. حال هر کسی می تواند خود را محاسبه کند که زمانی که این جمله را اقرار می کنیم آنگاه آیا واقعا خداوند متعال را بیشتر از همه چیزها عزیز می داریم و جلب رضایتش واقعا هدف ماست؟ آیا به حقیقت به فرامین خدا عمل می کنیم؟ اگر در هنگام نمازها به خواندن نماز توجه نمی کنیم، اگر کارهای دنیاوی را رها کرده و بلا فاصله به صدای خدا لبیک گفته و برای نماز حاضر نمی شویم، در این صورت از زبان این جمله را می خوانیم اما در دل خود شرک مخفی داریم، شرک پنهان داریم که کار و بار ما در مقابل خداوند متعال عرار می گیرد. مؤمن به این باور دارد و باید داشته باشد که در کارش برکت به لطف و فضل خداوند متعال امکان پذیر است. پس چطور ممکن است که کارهای دنیاویش در مقابل صدای خداوند متعال قرار بگیرد؟ اگر این طور است آنگاه ما روح این جمله را اصلا درک نکردیم. ما به زبان اقرار می کنیم اما اعمالمان با اقرارمان یکی نیست. ما به چشمه آب نزدیک شده ایم اما به سوی خوردن آب دست دراز نمی کنیم. آن حضرت افزودند: اگر وضع اینطور باشد آنگاه حق بیت ادا نشد. این جمله شهادت فقط به این متوجه نمی سازد که حق خدا باید ادا شود، بلکه به حق بندگان که دستورش داده شده است به آن نیز متوجه می کند که زمانی که انسان این دو حق را به جای می آورد آنگاه مؤمن حقیقی می گردد و حق بیت را ادا می کند و یک مسلمان واقعی احمدی می شود. سپس آن حضرت با نصیحت به بیعت کنندگان می فرمایند: اگر همانند دنیا داران باشید در آن صورت هیچ سودی نمی برید که با من بیعت کرده اید. بیعت با من مرگ را می طلبد تا حیاتی جدید و تولدی دیگر بیابید. یعنی پس از بیت باید به شما حیات معنوی جدید دست دهد.
اگر این حیات معنوی دست پیدا نمی کنید و همون زندگی مادی و خواسته ها و رجحان هاست، آنگاه اینچنین بیت هیچ سودی ندارد. آن حضرت افسودند، بیت اگر از اعماق دل نباشد آنگاه هیچ نتیجه‌ای نمی دهد. خدا از بیت با من اقرار قلبی می طلبد. پس کسی که با دل صادق مرا می پذیرد و از گناهان خود واقعا توبه می کند، آنگاه خدای بخشنده و مهربان به طور حتم گناهانش را می امرزد و وی این چنین می گردد که گویی تازه از شکم مادر بیرون آمده است. آنگاه فرشته ها از او محافظت می کنند و وی کاملا معصوم می گردد. آن از فرمودن در روستایی اگر یک نفر نیکوکار و پارسا باشد، خداوند متعال به سبب و رعایت او آن روستا را از نبودی نجات می دهد. ولی هنگامی نبودی رخ می دهد همه را در بر می گیرد. اما با وجود این او به هر نوعی که باشد بندگان خود را نجات می دهد. این سنت خداوند متعال است که اگر حتی یک نفر پارسا باشد، به خاطر او دیگران را نیز نجات می دهد. پس باید این اصول بنیادی را همیشه به خاطر داشته باشید که خدا به دعاهای بندگان حقیقی خود را گوش می دهد و آنها را قبول می کند. پس ما باید تلاش کنیم که عبادتهای ما به خاطر خدا باشند، اعمال ما برای جلب رضای خدا باشند. از وضعیت کنونی جهان این امر روشن می شود که خطر وحشتناک نبودی به جهان تهدید می کند. دیروز رئیس آمریکا گفته بود که اگر رئیس روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده کند، طرف نیز واکنش را نشان خواهد داد. حضرت پرنور فرمودند پس تبعات آن برنبودی جهان منجر بشود. پس اهالی اینجا و کسانی که مهاجرت کرده اینجا آمده اند نباید گمان کنند که در امان هستند. هیچ کس در هیچ جا مسئول نیست و هنگامی که عقل‌های رهبران امر قدرت ها منقلب می شوند به هیچ چیز مراعات نمی کنند. پس در این چنین وضعیت این مسئولیت به عهده افراد جماعت است که از دعا کار بگیرند و خالصانه به خدا روی بیاورند. چنان که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که خدا به خاطر افراد نیک و بندگان خالص خود دیگران را نیز نجات می دهد و از قرآن همین امر بازتاب می شود. هیچ کس نباید این گمان داشته باشد که ما چون اینجا آمده ایم در امان هستیم. آینده بچه های ما بی خطر است. نه خیر، بلکه ما در دوران پرخطر به سر میبریم. در این چنین وضعیت ذات خدا فقط و فقط میتواند نجات بدهد. پس نه تنها خود بلکه نسلهای خود را نیز به پیروی خدا متمایل سازید تا خود شما و نسلهای آینده شما بتواند در ایمن باشند. این جهان نمیتواند امنیت ما و امنیت نسل آینده من را تضمین بکند. بلکه اگر ما حق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را ادا کنیم، خدا ناشی از دعا و اعمال نیک ما به دنیا نجات خواهد داد. پس باید توجه به اوضاع کنونی جهان به کثرت دعا کنید. قبل از این که اوضاع جهان وخیم‌تر شوند، حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند نیکی همان است که قبل از وقت به جا آورده شود. بعد از گذشت زمان هیچ سودی نمی رساند.
خدا اون نیکی را نمی پذیرد که تنها به سبب جوش فطری سرزد شود. هنگامی یک کشتی غرق می شود همه به گریه می افتند. حضرت پرنور می فرمایند هنگامی که یک کشتی شروع به غرق می شود همه آهاد ناله می کنند، در حالی که قبل از این سر و صدا می کردند. حضرت پرنور اقتباس حضرت مسیح موعود علیه السلام را ادامه بدهند، اما چون گریه و زاری و آه و ناله لازمه فطرت بشری است، بنابر این آن موقع آه و ناله نمی تواند سودی برساند، بلکه در زمان امن مفید می باشد. باید درک کنید که با روی کرد هوشیاری و بیداری قبل از وقت انسان می تواند به خدا برسود، چون نین بیدار که گوی نزدیک است که بر سر کسی برق بیفتد. اگر او هوشیار میماند و به این فکر میباشد که به زودی بر سرم برق میفتد، با وجود غرش و رعد برق نمیفتد. اما کسی که با مشاهده برق به گریه میفتد به حسم برق روی او میفتد، از بین میبرد، چون او از برق میترسد نه از خدا. پس حضرت مسیح موعود علیه السلام ما را به صراحت هشدار دادند که اگر می خواهید که با خدا ملحق شوید، پس الان وقتش است. اکنون یک کمر ابرهای خطر ظاهر شده اند، یا حداقل کفیت آن ابرها چنین است که اگر بخواهیم می توانیم آنها را در تصرف خود در بیاوریم، ولی باز هم توان گسترش دارند. پس امروز ایمان احمدی ها و دعاهایشان و پیوستگی با خدا می تواند دنیا را از نابودی نجات بدهد. باید همدردی دنیا را در دل ایجاد کرده دعا کنید، در دور در حلقه های خود و به دنیا در دور بر خود و به دنیا بفهمانید که اگر شما به جا آوری حقوق خدا و حقوق بندگان متوجه نمی شوید، این دنیای فریبنده می تواند مبدل به ویرانی گردد. پس هر احمدی باید سعی کند که با این فکر وظایف خود را به جا بیاورد. حضرت مسیح موعود علیه السلام به دعا متوجه ساخته می فرمایند ببینید هنگامی شما زحمت می کشید، مزرع آماده کشاورزی می شود و شما امیدوار بهره برداری از آن می شوید. همینطور ایام امن و آرامش برای زحمت کشیدن است. اگر اکنون به یاد خدا می افتید لذت اون را خواهید چشید. هرچند که در برابر کارهای دنیاوی به جاوری نماز امر صعب و مشکل به نظر می رسد. آن حضرت فرمودند، ایشان علیه السلام به صراحت فرمودند، گاهی اوقات در مقابل وظایف دنیاوی خواندن نماز کار دشوار به نظر می رسد و ادای نماز تهجد کار سخت‌تر است. ایشان علیه السلام فرمودند که با وجود این، اگر اکنون به این عادت کنید دیگر دچار هیچ مشکل نخواهید شد. اگر دعا می کنید آن خدای رحیم و کریم احسان می کند. بنگرید که شما وظایف دنیاوی را انجام می دهید، بر جانهای خود و خانواده خود مهربان می شوید و به فکر تأمین نیازهای شان می باشید و به بچه ها رحم می کنید. چنان که بر آنها رحم می کنید، یعنی از لحاظ دنیاوی به آنها با ترحم برخورد می کنید، یک رویش دیگر نیز وجود دارد. آن کدام روی کرده است؟ این که در نماز برایشان دعا کنید، برای آنها در رکوع و سجود نیز دعا کنید که خدا از این بلا نجات دهد و از عذاب مسون نگه دارد. کسی که دعا می کند بی نصیب نمی ماند. امکان ندارد کسی که دعاگو باشد و مانند شخص غافل و پلید نابود شود. در غیر این صورت خدا هیچ وقت شناخته نمی شود. او می تواند بین بندگان راستگو و غیر از آنها امتیاز کند. یکی عقوبت می شود و دیگر نجات داده می شود. پس این کار را پیشه کنید تا از اخلاص حقیقی برخوردار شوید.
هرچند که ایشان زمانی این حروف زده بودند این ارشاد گفته بودند که تاون شیوع پیدا کرده بود، ولی امروز ها نیز نشانه های نبودی جهان به چشم میخورد. چنان که گفتم بنابر این لازم است که ما به ویژه خدا را تعظیم کنیم و برای حفظ امنیت خود و جهان همین تنها راه است. علاوه بر این ایشان علیه السلام به شما توصیه کردند که اخلاق نیکو را پیشه کنید، چون خوی گرفتن اخلاق نیکو یکی از احکام الهی است. پس ایشان علیه السلام می فرمایند اصلاح اخلاق کار خیلی سخت است، اصلاح امکان پذیر نیست تا زمانی که انسان مرتب خود را ارزیابی نکند. حضرت پرنور توضیح می دهند که اصلاح ممکن نیست تا زمانی که محاسبه نفس نکنید، ارزیابی نکنید که چطور زندگی را به سر می برید و روز را سپری می کنید، کدام اعمال نیک انجام دادید و چه کارهای بد کردید، مرتکب کدام اشتباهات شدید. امکان ندارد که اصلاح شود تا زمانی که بررسی نشود. ایشان علیه السلام فرمودند که بدکلکی های زبان باعث ایجاد دشمنی می شوند، بنابراین این همیشه باید زبان خود را کنترل کنید. ایشان علیه السلام فرمودند ببینید کسی نمی زواند با شخصی دشمنی و عناد بورزد که او را هواخواه خود می داند. پس چه ابله است کسی که حتی نفس خود را لایق ترحم نمی داند و جان خود را در خطر می اندازد و از استعدادهای خود کار عمده نمی گیرد و به قوای اخلاقی تربیت نمی کند. یعنی عقل تقاضا دارد که توان و مقدرت و استعدادها که خدا انسان را از آن برخوردار کرده است چنان تربیه شوند و به نحوی به کار برده شوند هر یک عمل انسان بیانگر اخلاق عالی اومی باشند. اگر به خاطر امور ناچیز اخلاق زشت را از خود نشان می دهید و از دست خود جان خود را دچار مشکل می کنید، به علاوه این هم به خاطر داشته باشید که اون جایی که اسلام در امور شخصی توصیه ابراز اخلاق عالی و صبوری و شکیبایی می کند و از دعوه من نماید، همان جا بر رعایت آیین و قانون به طرف نشان دادن حمیت دینی نیست متوجه می سازد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در این راستا می فرمایند کسی که علناً از این سلسله عالیه یعنی اسلام راه ارتداد اختیار کرده است و دشنام می دهد و به شدت عداوت دارد، موضوع او فرق می کند. همچنان اصحاب دچار معضلات شدند و بعضی خیشمندان آنها اسلام را مورد اهانت قرار دادند. با وجود داشتن روابط صمیمی آنها اسلام را اولویت دادند. ایشان فرمودند شخصی که با اسلام به شدت عداوت دارد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دشنام بدهند، او لایق تنفر و بی‌اعتنایی است. اما اگر کسی در اعمال تسامح می‌ورزد او سزاوار است که از اشتباه او عفو شود و در رابطه با او هیچ نوع تعطل نمی افتد. حضرت پرنور در ضمن این فرمودند که بله، اگر او مخالفت نمی کند باید با آن شخص رابطه داشته باشید، در ارتباط باشید و ارتباط شما باید خوب باشد. اما کسی که علنا دست به مخالفت می زند یا به اسلام یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دشنام می دهد و با وجود نصیحت از این کار دست نمی کشد، در این صورت باید حمیت دینی را نشان دهید. و در رابطه با حضرت مسیح موعود هر احمدی باید همین غیرت دینی را نشان بدهد. کسی که علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام علی رغم توصیه و نصیحت از یاوه‌گویی خودداری نمی کند، نمی توانیم به طرفش دست دوستی دراز کنیم و نه غیرت هیچ احمدی توان تحمل اون را دارد. بسیاری شما از پاکستان به اینجا مهاجرت کرده اید، آنها در این زمینه تجربه شخصی دارند که آنجا به اصطلاح ملاها، آخوندها علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام چه نوع حرز سرایی می کنند. اگر از ما تقاضا شود که از آنها مهر بورزیم،
یا با آن دوست با آنها دوستی بکنیم یا در حقشان نباید این دعا کنیم که شرهایشان باید به طرف آنها بازگردانده شود. حمیت و غرور دینی به ما این اجازه نمی دهد. همان اصلی که حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمودند اینجا نیز اطلاق بیابد و ما برخلاف این چنین مردم هم آیین و قانون را رعایت میکنیم، چون این نیز بخشی از تعلیم اسلامی است که نباید هیچ نوع قانون شکنی کنیم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام یک وصف دیگر را نیز بیان فرمودند که یک احمدی باید بعد از بیعت آن را داشته باشد. ایشان فرمودند که باید همه علاقه محبت و اخوت را استوار کنید. ایشان علیه السلام این آموزش را داده می فرمایند جماعت ما نمی تواند سرسب شود تا زمانی که با هم همدردی صمیمانه نداشته باشند. باید با تمام توان و قدرت که از خداوند متعال هدایت شده است با بیچارگان و درماندگان محبت کنید. حضرت پرنور در این ضمن توضیح داده فرمودند یعنی تمام استعدادها و توان و مقدرت که از آنها برخوردار هستید آنها را به روی کار آورده با ضعیفان مهر بورزید، نه اینکه ابراز تنفر و بی‌اعتنایی کنید. ایشان علیه السلام می‌فزایند میشنوم که اگر کسی اشتباهی کسی را میبیند با او با خوش اخلاقی برخورد نمی کنند بلکه با تنفر و بیمیلی با او برخورد می کنند. این روش درست نیست. ایشان فرمودند با وجود جماعت فرمودند که وجود جماعت زمانی صورت می گیرد که از عیوب یکدیگر پرده پوشی شود و همانند برادران حقیقی با یکدیگر رفتار کنید. ایشان علیه السلام با درد دل فرمودند که نباید با در جماعت اختلاف داخلی وجود داشته باشد. اصحاب بین خود رشته محبت و اخوت را استوار کردن و یک جماعت گشتن. حضرت پرنور می فرماید ایشان علیه السلام از افراد جماعت خود همین توقع دارند که آنها با هم همانند اصحاب رابطه اخوت را استوار کنند. ایشان علیه السلام فرمودند همینطور خدا این سلسله را تأسیس نموده است، یعنی همانند سلسله اصحاب و اخوتی را همسان آن اخوت اینجا نیز برقرار خواهد کرد. من امیدهای زیادی دارم، به خدا امید دارم. فرمودند ببینید شکایت کردن از یکدیگر، آزرده خاطر کردن دلها، صدمه زدن به قلبهای یکدیگر با تندی زبان و افراد ضعیف و عاجز را حقیر شمردن گناه بزرگی است. اخلاق اعلی این است که مراقب احساسات یکدیگر باشید و از زمانی که این اتفاق بیفتد می توانیم بر امیدهایی که حضرت مسیح موعود علیه السلام از ما دارند فائق بیاییم. در همین زمان می توانیم وارث انعامهایی شویم که وعده ایشان را خداوند به ایشان نسبت به جماعتشان داده بود. همون وقت می توانیم حاصل کننده فضلهای خدا شویم. در زمان حضرت مسیح موعود قوم و قبیله های مختلف هند وارد جماعت شدند. اکنون که خداوند طبق وعده خود به حضرت مسیح موعود علیه السلام افرادی از قوم و قبیله ها و رنگ و نسل های مختلف را شامل جماعت کرده و جارد شامل می کنند، پس این لطف خداوند بر قوم ها و رنگ ها و نسل هاست که او به آنها توفیق شامل شدن در جماعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و غلام صادقشان حضرت مسیح موعود علیه السلام را عطا فرموده است و آنها را یک قوم کرده است. ایشان علیه السلام به این نکته متوجه فرمودند که شما برادر یک دیگر هستید. فرمودند گویی پدرانتان جدا جدا باشند اما دوست آخر پدر روحانی روحانی شما یکی است و آنها شاخه های همون یک درخت هستند. پس
بدون در نظر گرفتن این که ما چه نسلی هستیم، سفید پوست یا آفریقایی یا آمریکایی و پاکستانی یا هندی، بعد از پیوستن به جماعت احمدیه ما فرزندان یک پدر روحانی شدیم و هیچ کس به نسبت رنگ و قوم و نسل بر دیگری برتری ندارد، زیرا که پدر روحانی همه ما یکیست. همین را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخرین خطبه خود فرموده بودند. پس زمانی که ما با فهمیدن این حرف و یکی شدن کار میکنیم، مراقبت احساسات یکدیگر باشیم، ان شاء الله خداوند به ما ترقی میدهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند که خداوند میخواهد جماعت ما را به یک الگو تبدیل کند. پس آیا انسان می تواند فقط با حرفای سطحی و بدون عمل عمیق به یک الگو تبدیل شود؟ برای الگو شدن خیلی باید جهاد و تلاش کرد و ما هم باید این کار را بکنیم. با وجود بالا بردن معیارهای عبادت و درست کردن رفتارهای اخلاقی و با برقرار کردن معیارهای محبت و همراهی با یکدیگر، باید ببینیم که آیا ما داریم به الگو تبدیل می شویم یا خیر. حضرت مسیح موعود علیه السلام با اشاره، با توجه دادن بیشتر به حصول معیارهای من، می فرمایند خداوند متقی را دوست دارد. همگی با یاد عظمت خدا بیمناک فرمودند خداوند متقی را دوست دارد. همگی با یاد عظمت خدا بیمناک باشید، یعنی ترس و خشیت خدا را در قلب خود به وجود بیاورید و به یاد داشته باشید که همه بندگان خدا هستند. نه به کسی ظلم کنید، نه تندی و نه کسی را با چشم حقارت نگاه کنید. فرمودند اگر یه نفر هم در جماعت ما آلوده هست، همه را آلوده می کند. ایشان فرمودند ارزش‌های والا و اخلاقهای والا زمانی به وجود می آیند که در دل تقوا باشد. چنانچه در این باره نصیحت می کنند و می فرمایند جماعت ما به طور ویژه‌ای به تقوا نیاز دارد، مخصوصا با توجه به این که ایشان با شخصی مرتبطند و با سلسله کسی بیعت کرده اند که او دعوای مأموریت را دارد. تا کسانی که به هر جور بغض و کینه و شر مبتلا هستند یا به چه شدتی رو به دنیا هستند را از این گزند ها نجات دهد. جماعت ما باید پیش از هر غم دیگری غم این را بخورد. انسان غم دنیا را بسیار دارد، اما فرمودن نه، بیش از همه باید این غم را غم در دل باشد که آیا در آنها که آیا آنها در تقوا هست یا خیر. پس اگر ما میخواهیم حق بیت را ادا بکنیم، اگر میخواهیم شکرگزار احسانات خداوند متعال باشیم، پس بایستی هر لحظه خود را محاسبه کنیم. خداوند به ما توفیق بدهد که زندگی خود را بر اساس خواسته های حضرت مسیح موعود علیه السلام بگذرانیم، دین را بر دنیا مقدم بدانیم، فروتنی خدا در ما وجود بیاید و ما حقیقتاً بتوانیم حق اشهد و لا اله الا الله را ادا کنیم و به آن آخرینی به پیوندیم که خداوند مژدگانی آنها را به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده بود. خداوند به ما توفیق آن را عطا بکند. آقای امیر در حین آمدن به من گفتند که 28 سال پیش در چندین روزی در 14 اکتبر این مسجد افتتاح شده بود و بازگشایی شده بود. اکنون این مسجد 28 ساله شده است. هم کسانی که از قدیم ساکن اینجا هستند و هم کسانی که جدیدن به اینجا آمده اند خود را محاسبه کنند که در این 28 سال آنها تا چه حد در روحانیت خود ترقی کرده اند، تا چه حد برای ادا کردن حق این مسجد تلاش کرده اند.
خداوند تا دهه ها و کرن ها نمازگزاران را به اینجا بیاورد و آن را از هر گونه گزند دنیا در امان نگه دارد. اما در اصل حق این مسجد زمانی ادا خواهد شد که با ادا کردن حق مسجد همواره برای آباد کردن آنها تلاش کنیم. خداوند به ما توفیق این کار را نیز بدهد. آمین. اصل حق تب ہی ادا ہوگا جب ہم مسجدوں کے حق ادا کرتے ہوئے انہیں بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.